فقر، بدبختی، فروش دختر و خیانت. داستان واقعی. زمستان بود. ساعت شکسته و کهنه بر دیوار تک تک کنان شش شام را نشان می داد. برف در بیرون دانه دانه می بارید. سردی هوا منفی 10 درجه بود. کریم خان با خانم پسرک 9 ساله و دخترک 12 سالش در داخل خانه کرایی و گلیشان نشسته بودند. در بین اتاق تشت پلاستیکی گذاشته بودند. سقف خانه چکک می کرد. آنها در گوشه و کنار اتاق پراگنده نشسته بودند. آب چکک از سقف خانه داخل تشت می افتاد و چک 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 صدا می داد. همه خاموش بودند. تنها همین صدای چکک آب آرامش اتاق را برهم می زد. هوا رو به تاریکی می گذاشت. بیرون کمی روشن بود، اما داخل اتاق تاریک. خانم کریم خان یک دستش بر زمین و دست دیگرش را بر کمر خود گرفته، آه کرده از جا بلند شد و رفت شمع را روشن کرد. برق نبود و تنها همین شمع بود که خانه را روشنایی می داد. باز هم سکوت در خانه حکم فرما بود. اتاقشان خیلی سرد بود. کریم خان در گوشه 2 زانویش را قاط کرده و پیش سینه خود گرفته نشسته بود و پتوی شطوری رنگش را دوروبر خود پیش داده بود. با صدای آرام خطاب به خانمش گفت که شب چی داره بخوریم؟ خانمش گفت هیچ چیز نداره. چند توت نان خشک در دسترخوان است. حتی شکر هم نداره. چای خشک را امروز از همسایه قرض گرفتیم. اولادها نان خشک دلشان نمیشه. مجبور گرسنه بخوابند. از چهره کریم خان ناراحتی احساس می شد، اما چیزی نگفت. چند دقیقه باز هم سکوت خانه را فرا گرفت. پسرک 9 سالشان احساس سردی کرد و آمد در کنار مادرش نشست تا گرم باشد. در آن گوشه اتاق منیژه دخترک 12 سالشان با موهای ژولیده، پاهای ترکیده و لباسهای پینه پینه در حالی که آب بینیش می آمد آرام گرفته بود. کریم خان باز هم طرف خانمش نگاه کرد و گفت حالی چی سهل استی؟ نمی بینی که خانه سرد است؟ بخاری را روشن کن. خانمش در حالی که سرش خم بود و با نوک انگشتش فرش خانه را می خورید گفت چوب خلاص شده. امروز صبح دیدی چیزی که در گران بود در بخاری انداخت. لطه و لابر نماند. هیچ چیز با بخاری نیست. دو روز میشه که برات گفتم نه چوب داریم و نه هم غذا. تو خود کار نمی کنی. مجبور ما برم گدایی کنم. دیگه چاره نیست. کریم خان با خشم گفت بس کن. چرت و پرت نگو. باز هم همه سکوت کردن. بعد از 2 دقیقه پسرک خود گفت بخیو بچه برو خانه همسایه بگو پدرم میگه یک سیگرت قرض بده. پسرک اول طرف مادرش نگاه کرد، بعد در حالی که دلش نمیشد کنار گرم مادرش را رها کند از جا بلند شد. کریم خان غالمغال کرد که تیز شو میگم چه قتال دادی. مادرش گفت زود بیایی که بیرون زیاد سرد است. پسرک رفت و یک سیگرت از همسایه برای پدرش آورد. سیگرت را به پدرش داد. دستانش را یخ زده بود. کف هر دو دستش را با هم میشکاند و با دهن خود که که میکرد تا گرم بیاید. دوباره رفت و نزد مادرش نشست. مادرش او را در بغل گرفت و هر دو پایش را با دستان خود گرفت تا گرم شود. دخترکشان منیژه عادت داشت تا هر شب از ترس پدرش آرام بشیند و حرف نزند. کریم خان سیگرت را گرفت و تنباکویش را بیرون کرد. از جیبش توتگک چرس را کشید و با انگشتهایش آن را خورد خورد توته کرد. بعد با تنباکو یک جا نموده دوباره داخل کاغذ سیگرت پر کرد و گوگرد را کشید و سیگریتی را بل کرد. دود چرس در فضای اتاق پیچید. پسرک 9 سالشان که با دود حساسیت داشت سرفه کردن را شروع کرد. خانمش گفت اید قار و غضب خدا گرفتار شوی. با چرس خود پول پیدا میکنی اما برای چوب و نان پول نداری؟
کریم خان که خمار خمار دود میکرد هیچ حرفی نزد. سیگریتیش که تمام شد پس از چند لحظه گفت او زن نیست، صد دفعه گفتم که هیچ کار نیست، مردی کاری خو من نمیتونم، خیچی کنم. خانمش آهی کشید و گفت اوف اوف از دست تو. دختر کلان را در برابر یک لک افغانی به مرد پیر فروختی و پولش را گم و گور کردی، چر زدی و قمار زدی. با امو پول میشد یک ریکشا میخریدی یا دست فروشی میکدی. کریم خان را که نیشه چرس برده بود حرف نزد و مثل سنگ آرام نشسته بود و چرت میزد. پس از چند دقیقه گفت دیگه چاره نیست، منیجه هم جوان شده، مجبور که بشوی بتومش. خانمش گفت کجا جوان شده، هنوز طفل است، 12 سال داره. کریم خان گفت بس بس، کجا طفل است. ملای مزید اوشو گفت که دختره که با تاقین زدی چپن نشد بشوی برابر است، ایره خود کت بالشتم بزنی چپن میشه. دیگه ای که روز تمام روز در کوچه با بچه ها بازی میکنه. خانمش گفت که خود تو از مکتب کشیدی، نماندی که مکتب بره، خی تمام روز چی کنن؟ خدا خیر بده ما همسایه ما که کوچ کردن، اما گفته بود که اگر دخترتان مکتب برن خرچ و مصرف شما میتن، تو قبول نکردی دیگه. کریم خان گفت زن جان دیگه شو نمیفهمم، بچه قیوم خان از ایران آمده، پول هم امرایش آورده، امو خواستگار است. او روز خود قیم خان مرا گوشه کرد و گفت که اگر رضایتت باشه امی دخترت به بچه میگیرم. پسر قیم خان 30 ساله بود و منیجه 12 ساله. روز دیگه ملای مسجد همراه قیم خان و یک دو بزرگ کوچه به خانه کریم خان آمدند و با خود یک مقدار آرد، برنج و روغن و یک مقدار پول نقد آوردند. قیم خان میدانست که کریم خان پول ندارد و روزگارش خراب است، پس همین فرصت است که او را از ناخون اوگار بگیرم. در همان روز ملای مسجد همه گپ را تمام کرد و دعا کرد. پسر قیوم خان که از غر نام داشت با منیژه نامزاد شد. منیژه از هیچ چیز خبر نی، فقط روزانه با شکم گرسنه در کوچه بازی می کند و دیگر از هیچ چیز جهان خبر نیست. چند ماه نامزاد ماندند. داماد خیل گهگاه خوراکه به خانه دختر خیل می آوردند و از همین سبب کریم خان راضی بود. از غر یگان وقت به نامزاد بازی که می آمد منیژه فرار می کرد و می رفت سر دیوار و سر بام خانه. از نامزاد بازی می ترسید چون کودک بود و جز بازی های کودکانه چیز دیگری را بلد نبود. پس از 7 ماه نامزادی قیوم خان تصمیم گرفت که عروسی بچه خود را بکند، چون قرار بود پسرش دوباره به ایران برود. یک عروسی ساده در روی حولیشان برگزار کردند. خیش و قوم و کوچگی را نان دادند و ملای مسجد را هم پول نقد و هم یک چپن تحفه دادند و مراسم عروسی برگزار شد. منیژه تازه 13 ساله شده. 3 ماه بعد از عروسی منیژه شوهرش از غر دوباره به ایران رفت. منیژه هم گرفت و در حالی که خودش هنوز 13 ساله بود صاحب فرزند شد. شوهرش در ایران بود و 3 سال گذشت، اما یک بار هم به افغانستان نامد و از همسرش خبر نگرفت. منیژه زندگی بد در خانه خسر خود داشت. در سال 2010 ازغر از ایران قاچاقی به ترکیه، سپس از آنجا به اروپا می رود. در فرانسه درخواست پناهندگی می دهد و از قضا در ظرف 6 ماه قبول می شود. منیژه خوش که شوهرش قبول شده و او و فرزندش را نزد خود می خواهد. اما باز هم 2.5 سال دیگر می گذرد ولی ازغر هیچ کاری برای خانم و فرزندش نمی کند. در این جریان پدر منیژه به مواد مخدر معتاد می شود. مادرش هم به خانه های مردم می رود و لباسشویی می کند تا شکم خود، همسر و پسرش را سیر کند. منیژه چند بار از طریق تلفن به ازغر میگه اگر مرا نمیخواهی یا نمیای اینجا پس طلاق مرا بده، ما تا کی بی سرنوشت بشینم. خسر و خشویش هم که به تنگ آمدند به ازغر میگن اگر خانومت را نمیبری ما هم نگهداری کردن نمیتونیم، از خانه خود میکشیم. ازغر مجبور میشه و به قاچاقبری که میشناسه پول میده و خانم و فرزندش را به اروپا میاره. پس از 20 روز منیژه با فرزندش به یونان می رسد. آنها در یونان می باشند و از غر می رود یونان. در آنجا یک شب هتل می گیرد و در هتل می باشند.
فردایش به قاچاقبر پول می دهد و منیژه و فرزند خود را به سیودن روان می کند. منیژه میگه چرا نزد خود به فرانسه نمی بری؟ از غر میگه شرایط فرانسه خوب نیست و قبولی ندارد. به منیژه میگه که در سیودن خود را زن بیوه معرفی کن تا زود قبول شوی. منیژه هم همین کار را می کند. در سیودن خیلی زود قبول می شوند. پس از چنده به از غر احوال می دهد که بیا اینجا ما قبول شده. از غر میگم میایم. امی پولی که براتان مصرف کردم قرض گرفته بودم. پولهای تا جمع کو که قرض را بتم. منیژه هم قبول میکند. پس از دو ماه از غر از فرانسه به سیودن میآید. فرزندش که 6 ساله است او را نمیشناسد. او هم مهر پدری نسبت به پسرش ندارد. از نزد منیژه پول میگیرد و بعد به منیژه میگه که در فرانسه با کس دیگه ازدواج کرده و صاحب 3 فرزند است. میگه تو همینجا زندگی کن و من در فرانسه چون همسر دیگیم از تو خبر ندارد، نمیخوایم که کدام جنجال پیش شود. اکنون چند سال میشود که منیژه با پسرش در سیودن زندگی میکند. مکتب زبان را تمام کرده است و هفته 3 روز کار میکند. با مادر و پدر و برادرش هم کمک میکند. پدرش هم به اثر کمک های منیژه حالش بهتر شده و احتیاط را ترک. در این چند سال اصغر فقط 2 بار به دیدن منیژه آمده است، آن هم به خاطر گرفتن پول. منیژه حیران مانده است که چی کند. از شنونده ها و بیننده های افغانستان جورنال می خواهد تا او را مشوره بدهند که چی بکند. این بود داستان غم‌انگیز منیژه و خانواده فقیری. ممنون که بیننده و شنونده افغانستان جورنال هستین. کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. من رامش آرمان و همکارم نعیم شریفی همیشه بهترین ها را تقدیم شما میکنم. افغانستان ژورنال آینه واقعیت ها و کانال پیشتاز در تهیه و نشر داستان های واقعی.